سلام مجدد و دوباره خوش آمدید به برنامه کرونا و همکارانمون تلاش میکنند تا از آخرین جزئیات گردش ویروس کرونا در جهان و پیشرفت ها برای ایجاد و یا ساختن واکسین و همچنان داروهایی که میتواند مؤثر باشد برای شما اطلاعات تهیه و ترتیب کنند و تقدیمتان کنند. طبق معمول میریم سراغ کشورهایی که شمار مبتلایان رو به افزایش است و در کنارش تعداد جان باختگان هم روز به روز در حال افزایش است و بحثی که قابل یادآوری است که روسیه ظاهرا وضعیتش خیلی نامناسب است که بر اساس گزارش ها در 24 ساعت تا مرز 10,000 ویروس مثبت و مورد مثبت ثبت شده که تعداد کل کسانی که در روسیه به این ویروس مبتلا شدن به مرز 200,000 تن رسیده و همچنان امریکا با داشتن 1,286,833 مبتلا در صدر است و تا کنون 77,280 تن در امریکا بر اثر مبتلا شدن به این ویروس جانشان را از دست دادند. اسپانیا هم تعداد مبتلایان به 222,857 نفر رسیده و تعداد جانباختگان هم به 26,299 تن. ایتالیا هم شمار مبتلایان به 217,185 نفر رسیده و تعداد جانباختگان به 30,201 تن. بریتانیا در وضعیت نامناسب قرار دارد که آمار جانباختگانش بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی و هم مرز و آبیش است که 31,316 تن در بریتانیا تا کنون جانشان را از دست دادن و 212,629 تن به این ویروس مبتلا شدند. چنانچه گفتیم روسیه به تعداد مبتلایان به 198,676 تن رسیده و تعداد جانباختگان به 1,827 تن و فرانسه هم شمار مبتلایان به مرز 180,000 رسیده که 176,202 تن به این ویروس مبتلا شدند و تعداد جانباختگان به 26,233 نفر رسیده. شمار مبتلایان در آلمان با توجه به آنچه که خوشبینی ایجاد شده در آلمان به 170,643 نفر رسیده و تعداد جانباختگان به 7,510 تن. برزیل هم شمار مبتلایان رو به صعود است که امشب 147,003 تن تا کنون در این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و تعداد جانباختگان هم به 10,037 تن رسیده است. ترکیه شمار مبتلایان در مقایسه با هفته های قبلی نسبتاً سیر بطی دارد که 135,569 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد جانباختگان به 3,689 تن رسیده. ایران هم شمار مبتلایان به 106,220 تن رسیده و تعداد جانباختگان به 6,589 تن. و افغانستان هم چنانچه در گزارش هم مشاهده کردیم تعداد جانباختگان در 24 ساعت گذشته 6 مورد بوده و کسانی که حداقل بهبود یافتند تا کنون بیش از 500 مورد است. اما با تاسف که شمار مبتلایان در افغانستان به 4,033 تن رسیده و این چنانچه دیده میشه رو به افزایش است و حکومت هم تا جای یک عملکرد دوگانه داره. از سوی هم گفته میشه که باید کرونا جدی گرفته شه و شهروندان توجه کنند به بحث محدودیت برگشت و گذار، اما بر اساس گزارش ها محدودیت در بلخ و هرات به گونه نسبی برداشته شده و مردم قرار است فعالیت هایشان از سر بگیرند، اما در شرایطی که هشدار داده میشه واقعا درکش مشکل است که چه چیز جریان داره. تعداد جانباختگان در افغانستان به 115 تن رسیده که با توجه به گردش ویروس دیده میشه که رو به صعود است و آنچه که برمیگرده به مسئولیت شهروندی باید ما به او توجه جدی داشته باشیم و در کنارش عملکرد حکومت هم تا جای مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره. واقعا حق با کی است و مشکل در کجاست و چطور میشه از افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان جلوگیری کرد، در صورتی که آزمایش آقای فیروز هم مثبت است و در کنارش امروز از آقای حیات والی کندهار هم
آزمایش ویروس کروناشان مثبت بوده و در کنارش از شماری از محافظانشان و همکارانشان هم مثبت تایید شده. اما قابل ذکر است که آقای فیروز گفته میشه وضعیتشان مناسب است و در کنارش چنانچه گفته شد یک پیام خوبی است که اگر کسانی که سنشان بلندتر است و یک شک و تردید وجود داشت که ممکن ویروس کرونا بیشتر به اون آسیب برسانه، دیده میشه که مقاومت وجود در بزرگسالا به یک گونه نسبی فعال است و میتونه که ویروس کرونا را به یک نحو کنترل کنه. خب قبل از اینکه بپردازیم به بحث که آقای عبدالقادر قدیر رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صدر را با خود خواهیم داشت، گزارش میبینیم از وضعیت کابل و افغانستان و دوباره برمیگردیم و چالش ها و دستاوردها و همچنان نگرانی ها را بیشتر صحبت خواهیم کرد. هرات شهری که مرکز شیوع ویروس کرونا در افغانستان بوده، شمار مبتلایان و جان باختگان هر روز بیشتر می شود. تازه ترین آمار وزارت صحت ثبت 253 مورد مثبت است. در یک شبانه روز گذشته 71 نفر در هرات، 43 نفر در بلخ، 16 نفر در پکتیا، 39 نفر در ننگرهار، 11 نفر در لغمان، 11 نفر در کندز، 22 نفر در جوزجان، 8 نفر در غزنی، 4 نفر در کابل و یک نفر دیگر در ولایت های نورستان، کنر، پنجشیر و بامیان به ویروس کرونا مبتلا شده که با این تعداد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 34 ولایت کشور را وزارت صحت 4033 نفر گزارش میکند. هیچ څوک مسئول نده، هر کورنۍ در تهدید لاندې ده، هر ولایت که در تهدید موجود ده و هر افغان در صورتی که اصول را رعایت نکنه امکان ابتلای در حد بالا موجود هست. وزیر صحت میگفت وضعیت مدیریت میشود، کافی شهروندان در خانه بمانند. حالا وزیر در خانه قرنطینه است، خودش نیز به کرونا مبتلا شد. وزارت صحت وضعیتش را خوب گزارش می کند. وضعیت صحی جلالت ما وزیش صحت عامه بسیار خوب هست و او یک نمونه بسیار خوب، یک الگوی بسیار خوبه برای اینکه اگر حتی افراد مسن هم مبتلا به ویروس کرونا میشه، ما باید ترس و نگرانی نداشته باشیم. تا پیشتر آزمایش چند عضو مجلس نمایندگان مثبت مخابره شده بود. اکنون والی کندهار به شمول 4 محافظش به کرونا مبتلا شدند و در قرنطینه خانگی به سر میبرند. در کندهار والی روغتیایی وضعیت بالکل در ډاډ وړ دی، هیڅ ستونزه نشته تر اوسه پورې، او موږ تپو تلاش کوو چې په ولایتي کچه باندې په ریاستونو کې هغه تدابیر چې تر اوسه پورې موږ نیولي و هغه نور هم جدي کړو. در یک شبانه روز گذشته 6 تن از ابتلایان به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند که شمار مجموعی فوتی ها به 115 نفر و شمار مجموعی بهبود یافتگان به 502 نفر رسیده است. دوباره خوش آمدید و در برنامه تلاش میکنیم تا از آخرین جزئیات و پیشرفت‌ها در این عرصه و همچنان آنچه که واقعا حکومت افغانستان را در این زمینه فعال می‌سازد بیشتر بدانیم و پیام برای شهروندان هم داشته باشیم که تا حد امکان باید توجه ما را برای حفظ صحه و نکاتی که وزارت صحت و مسئولان میگن بیشتر توجه کنیم و بپردازیم. و در حال حاضر با آقای عبدالقادر قدیر گفتگو را آغاز میکنیم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین و ممنون که فرصت گذاشتین. اگر در ابتدا امی تناقص ما یک مورد بررسی قرار بدیم که گفته میشه در بلخ و هرات محدودیت برگشت و گذار به گونه نسبی برداشته خواهد شد، آیا واقعیت داره و ای تا رفتن ما به پیکش که گفته میشه تا دو هفته یا ده روز بعد ما شاید آمار مبتلایان بیشتر از این خواهیم بود، چه معنی میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوی جزا بتین که از شما سپاسگزاری کنیم که فرصت دادین تا وارد بحث شویم به این موضوع مهم و از طریق شما اجازه بتین که به مردم عزیز افغانستان ادای احترام و سلام کنیم. دقیقا اجازه بتین پیش از اینکه به سوال شما بپردازم، یک دفعه دیگه مرور و مکس مختصری به وضعیت کرونا در جهان و افغانستان داشته باشم که تعمیل از ای که ما با شما هم کلام هستم و صحبت میکنم، حدود 4,010,386 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدن و از جمله 275,940 نفر تلفات داره در سطح جهان. وضعیت افغانستان هم تا هنوز ما 15,562 نفر واقعی مشکوک در افغانستان داشتیم که ثبت لابراتوارهای افغانستان شده و از جمله 4,033 واقعی مثبت داریم و
متاسفانه که 115 واقعی فوتی داریم و نیکبختانه که 502 واقعی شفایاب داریم و از جمله 19 واقعی شدید داریم که تحت مراقبت های جدی در شفاخانه های افغانستان قرار دارند. و در 24 ساعت گذشته 529 واقعی مشکوک یا نمونه داشتیم در افغانستان که از جمله 253 واقعی مثبت، 6 واقعی فوتی و 29 واقعی شفایاب داریم. سیر مرض در افغانستان و سیر ویروس کرونا در افغانستان در دو هفته گذشته در واقع سیر صعودی داشته، سیری که واقعا غیر قابل پیش بینی بود و امروزه می‌بینید که با چیزی تفاوت کم و بیش و بیشتر از 200 نفر به این مرض مبتلا میشن. این نشان میده که میزان ابتلا در افغانستان به صورت روزمره رو به افزایش است و ما به طرف طغیان و پیک مرض نزدیک میشیم. بارها ما تکرار کردیم که ویرت شما از رسانه ها شنیدین که ویروس کرونا از آغاز تا امروز تداوی بالخاصه نداشته، یعنی دکتر صاحب ما پوزش می خواهیم بابت قطع صحبتایتان، اما مشخصا خب شما هم باز هم نگرانی را شریک ساختین، ولی بحث با مساواد شما جواب را درست مهربانی من میخواستم که اساسا امو دلیل عمده ای که وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان تاکید به فاصله اجتماعی میکنه او را بگم که خب در صورتی که ما اگر روش های سفارش شده را است که از جانب سازمان جهانی صحت تایید شده و وزارت صحت عامه افغانستان و حکومت افغانستان بالای از او همواره تاکید میکنن نادیده بگیریم، در چنین حالتی که ما سیر شدید و صعودی مرض را در افغانستان داریم، ما نگران یک بحران هستیم. شما دیدین خب جناب قدیر، مشخصا در بحث برداشتن محدودیت در بلخ و هرات دیدگاه شما چی است و دیگه شهرها آیا واقعا زمانش است که برداشته شود و زمانی که شما صحبت کردین با نهادهای امنیتی پاسخ اونا چی است؟ آیا این عملی میشه و یا خطرناک است؟ جدا ما نگران هستیم، طوری که بارها ما تکرار کردیم یگانه رایی که ما را میتونه موفق بسازه ای آزمون او در واقع امو رعایت فاصله اجتماعی است و رعایت فاصله میان افراد هست که میتونه با تطبیق دقیق قرنطین عملی شود و یا هم وقتی که تعداد اگر و اساس ضرورت به بیرون از خانه ها میبرایند باید فاصله را رعایت کنند. خب فاصله یک جناب قدیر، اما سفارش ما چون فرصت کم است میخواهیم کوتاه پاسختان داشته باشم. در کنارش خب بحث تجمع هنوز هم در نانوایی ها وجود داره، طرح حکومت شما بهتر میدانین این هم تغییر نکرد، حالا ما رفته رفته میریم به طرف بحران و شما به عنوان کسانی که مسئولیت دارین در این زمینه در بخش صحت مردم افغانستان باید جدا پیگیر باشین که واقعا نتیجه چه خواهد بود از این روشی که استفاده میکنیم. در کنارش روسیه حالا دیده میشه که در 24 ساعت بیش از 10,000 مورد مثبت ثبت میکنه، روسیه چه کرده که واقعا به این وضعیت دوچار شده و ما به کدام مسیر هستیم؟ خب اساسا ما دو تجربه موفق و ناموفق در جهان داریم. تجربه موفقی که ما داریم چین هست و کوریای جنوبی که اینها در واقع کاری که کردن کار خارق العاده نبود، تنها کاری که صورت گرفت و انجام شد مردم این دو کشور به صدای حکومتشان لبیک گفتن، به صدای وزارت صحت عامهشان لبیک گفتن، قرنطینه را رعایت کردن و روابط اجتماعی را کمتر کردن و فاصله اجتماعی را بیشتر کردن. و معکوسا ما تجربه ناموفق ایتالیا را داشتیم. شما دیدین که در یک شب و روز بیشتر از 1,000 نفر در کوچه ها افتیده بود و امروز ما تجربه ناموفق روسیه را میبینیم، ایران را میبینیم و ایالات متحده آمریکا را میبینیم. اینها در واقع تجاربی هستند که ما میتونیم از او بیاموزیم. با وجود از این مشکلاتی که ما در افغانستان داریم وضعیت ما هنوز خوب است. آنچه که باید
دیگرها را آخر انجام دادند، افغانستان در اول انجام داد. اما متاسفانه که مردم افغانستان اوقدر زیاد توجهی نکردند و هنوزم توجه نمی‌کنند، با وجود همه تلاش هایی که حکومت افغانستان انجام داد، خب، نیروهای امنیتی شما انجام داد، هنوز در کنار ما استاد نشدند. ما انتظار داریم که به خاطر صحت و سلامت خودشان صدای ما را بشنوند، صدای حکومت افغانستان را بشنوند و در خانه ها بمانند تا ای که صحتمند باشند. خب یکی بحثی است که من نمیدانم که چطور او را واقعا برای کسانی که مسئول هستند برسانیم. پیام وزارت صحتی است در خانه بمانید و در کنارش بحث توزیع نان بسیار به شکل غیر معیاری که خودش خطر آفرین است، و از سوی دیگر ولسوال سروبی کابل روزهای گذشته گفت که ما نتایج قرار بود دریافت کنیم، اما پس از گذشت چند روز ما حتی نتونستیم نتایج کسانی که نمونهش برای کابل فرستاده شده دریافت کنیم. مشکل در کجاست؟ آیا ما هنوز زمان زیاد نیاز داریم تا شما از ارقامی که یاد کردین 15,000 به گونه همه جانبه چک و بررسی شود و چقدر وقت میبره؟ خب اساساً 15,000 نفری که ما گفتم و تیست شدن و نتیجهش هم اعلام شده. ممکن تعدادی باشه، ما ایره رد نمی کنیم، چون هنوز ممکن ظرفت های لازمی که باید به اون میزانی که ما نمونه گیری می کنیم وجود نداشته باشه. ولی نیک بختانه فعلا شما می بینین که ما اون ظرفت های تیست در افغانستان بالا رفته. ما سینه و شیوهی که در تشخیص مرض در جهان به تجربه گرفته شده امروز در افغانستان وجود داره. تیست های سریع است که فعلا در افغانستان وجود داره، با وجود از اینکه میزان صحت از این تیست ها 70% و یا کمتر هست، یعنی 30% میتونه غلط گزارش بده. و در این زمان ما تیست های ماشین های پی سی آر داریم که فعلا در 9 مرکز فعال هستند و در 3 شیفت کار میکنن. و از طرف دیگه اون مسئله اعراض و علائم کلینیکی است که ما را میتونه به تشخیص برسانه، یا 2 اعراض و علائم کلینیکی و یا هم یک نمونه پاتولوژی. به هر حال شما تلاش های خود را داریم که هنوز ما این ظرفیت را بالا ببریم. ما ایرم میدانیم که ممکن تعدادی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از آنچه که ما گزارش میدیم بیشتر باشه، اما این تعداد ممکن کسایی باشه که اعراض و علائم ندارن، چون افغانستان بیشتر نسل جوان هستند، 63% پایین تر از سن 25 است. ممکن یک تعدادی باشه که اعراض و علائم نداشته باشند و مبتلا باشند. اما تلاش وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان میسته که در حد ممکن اون مریضایی که واقعا از خود اعراض و علائم جدی به نمایش میگذارند با وارسیدگی شوه و ما سفارش ما نمیست که پاسخ مشخص مردم رعایت بکنن. درست. از شما میخوایم پاسخ مشخص در این دو زمینه داشته باشم، که بحث توزیع نان برای نیازمندان در نانوایی ها تغییر نخواهد کرد، و در کنارش بحث برداشتن محدودیت ها در کلان شهرها چگونه است؟ برداشته شود نشود؟ کوتاه بگویم، ما مخالف هر نوع تجمع در وضعیت موجود در افغانستان هستیم. تجمعات سبب تسریع انتقال ویروس در میان افراد و اشخاص میشه. و اگر امی وضعیت ادامه پیدا کنه، مسئول کی است دکتر صاحب؟ پیشنهاد ما نمیست که در خب توزیع نان هم یکی از ضرورت های مردم است. شما میدانیم که طرحش تغییر نمیکنه، ممکن نیست تغییر کنه شیوهش. پیشنهاد ما همیست که شیوه تغییر کنه و فاصله رعایت شود در وقتی توزیع نان. حداقل هم 1 تا 3 متر باید در وقتی توزیع فاصله رعایت کنن و اگر ممکن باشه از ماسک استفاده کنن. و در موضوع رفع قرنطینه هم ما سفارش ما نیسته که به هر قیمتی که میشه باید فاصله اجتماعی، فاصله میان افراد و استفاده از ماسک ترویج شود، در صورتی که به اساس ضرورت مردم از خانه های خود میبرند باید از ماسک استفاده کنم که او هم در وقت نیازمندی. خب، یکی از سوالات این است آقای قدیر که مردم چرا به حکومت بی باور است؟ مردم چرا به نهادهای حکومتی اصلا توجه نمیکنه به خواستهایشان، مشخصا برای وزارت صحت؟ مشکل از کدام طرف است؟ آیا واقعا حکومت نتونسته آگاهی بده و یا ظرفیتش نداره که کمک رسانی کنه به گونه‌ای؟ یک دلیل است که ممکن مردم ما و شما طوری که ما و شما میدانیم مردم فقیر هستند، و یک دلیلش است که به خاطر کار و بیرون از خانه میبرند. یک دلیلش همین است. ولی دلیل عمده دیگه است که
اساسا مردم هنوز باور به مرض ندارن. به همین خاطر ما اول آغاز کردم از وضعیت و وضعیت را برای مردم تشریح کردم. و وضعیت بارها از طریق وزارت صحت عامه، رسانه ها و حکومت برای مردم رسانده شده. این مربوط به مردم میشه که باید به این توجه بکنن و همیشه ما پیام های اساسی را برای مردم رساندیم. سپاس. رسانه ها در کنار ما بودن، علما در کنار ما بودن، اما مردم متاسفانه به هر دلیلی که هست با این پیام هایی که ما داریم بی توجهی میکنن که ما را به طرف یک بحران خدای ناخواسته میبره. امیدوار هستیم ما با بحران نرویم. بسیار کوتاه در پایان دکتر صاحب، که پیگیری لتکوب دو پزشک در بیمارستان افغان جاپان به کجا رسید؟ اساسا ما با نیروهای و ادارات عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی را خبر دادیم. امیدوار هستیم که کسایی که مسئول هستند را جدی پیگیری بکنند، چرا در شرایطی که ما واقعا در کارمندای ما در شرایط دشوار قرار دارند و شما آگاه هستیم که یک تعداد زیادی از کارمندای ما مبتلا شدند به این مرض و این دلیلش هم است که ما مواجه بودیم به مرض. و در چنین حالتی ما امیدوار هستیم که مردم در کنار ما بانند و در پهلوی از او کسایی سپاس. که به چنین عملی دست دادن امیدوار هستیم که و سرزنش شوند و یک تجربه باشه برای دیگران که در برابر کارمندای ما چنین عملی را انجام ندن. خیلی تشکر از جناب دکتر عبدالقادر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه. ممنون که فرصت گذاشتین و سپاس از شما بیننده های گرامی که تا این دم بیننده این برنامه بودید. تلاش کنیم هر آنچه در توان داریم به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس و کمک به نیازمندان به خرج بدیم. تا لحظات بعد بیننده برنامه حالتان شای سیاسی در افغانستان خواهید بود.